سلام و درود خدمت همه رفقا و نظامی دوستان عزیز و اعضای محترم کانال پارتیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. بالاخره و بعد از مدت ها انتظار برای ما ایرانی ها، در شب گذشته بود که یگان های موشکی وابسته به نیروی هوافضای سپاه عملیات انتقامی کشورمون رو در پاسخ به شرارت ها و اعمال خودسرانه و تروریستی که اسرائیلی ها رو انجام دادن. توی این عملیات که مطابق انتظار و مثل دفعات قبلی با حاشیه سازهای مختلفی از سمت طرف های مقابل همراه بوده، سلاح‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و ما قصد داریم توی این برنامه به بررسی کلی این عملیات و البته حاشیه‌هایی که به وجود اومده درباره اون هم بپردازیم. برنامه امروز به صورت کلی به 4 بخش تقسیم میشه. در بخش اول ما در مورد کلیت عملیات و آمار شلیک‌های انجام شده با هم صحبت می‌کنیم و در بخش دوم هم به معرفی موشک‌های مورد استفاده خواهیم پرداخت. در بخش سوم هم به بررسی که اهداف مورد هدف قرار گرفته میرسیم و در نهایت در پایان کار هم به بررسی حواشی موجود در رابطه با عملیات میپردازیم. پس برای پاسخ به این موضوعات تا پایان کار با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ بخش اصلی برنامه امروز. همونطور که در بخش مقدمه کار گفتیم، کشورمون بعد از چندین هفته خیشتنداری و به خاطر ادامه داشتن اقدامات تنش‌زا و تروریستی اسرائیلی‌ها مجبور به انجام یک عملیات انتقامی شد. این عملیات که با نام عملیات وعده صادق جو نامگذاری شده، در غروب روز سه‌شنبه مورخ 10 مهر ماه سال 1403 شمسی و با مشارکت‌های یگان‌های موشکی مستقر شده در چندین استان به شکل ترکیبی و گسترده انجام شد. هنوز از سمت هیچ منبع مشخصی تعداد موشک‌های شلیک شده ایرانی اعلام نشده، اما اسرائیلی‌ها ادعا کردند که ایران در این عملیات دست به شلیک 200 پروند موشک زده. این آمار از سمت ما تایید نمیشه، اما هرچقدر هم که در مورد کمیت نتونیم با اطمینان صحبت کنیم، اما به خاطر تصاویر رسمی منتشر شده از سمت صدا و سیمای مرکزی کشورمون میشه با اطمینان در مورد نوع موشک های مورد استفاده در این عملیات صحبت کرد. با بررسی تصاویر منتشر شده میشه با اطمینان گفت که کشور ما مثل عملیات وعده صادق 1 تقریبا عمل کرده و فقط برای اثر بخشی بیشتر تعداد موشک های شلیک شده رو بیشتر و تنوع رو با چند مدل موشک جدید قدرتمندتر کرده. در این عملیات موشک های اماد، شهاب 3 و قدر با کلاهک های جدید و ارتقای یافته دیده شدن. این کلاهک های جدید همگی از نوع MARV و جدا شونده بودن و مجهز به بالک های کنترلی و تراستر بودن. بالک های کنترلی نقش مهمی رو در زمینه تغییر مسیر و مانوردهی موشک دارن و در این تصاویر که از سمت مردم در سرزمین های اشغالی منتشر شده کاملا مانور های موشک های ایرانی مشهوده. اما تراسترها در نقش تغییر مسیرهای شدید و احتیاج به زاویه مانور بالا و یا مانور های فرار از دست سامانه های پدافندی کاربرد دارن و باعث میشن که امکان رهگیری موشک به شدت کمتر بشه. دو موشک دیگه‌ای که در این عملیات دیده شده اختصاص پیدا میکنه به موشک های فتاح 1 و خیبرشکن 1. موشک خیبرشکن 1 شاه ماهی این عملیات بوده که در تعداد چند تایی و یا بیش از 10 فروندی شلیک اون دیده شده. این موشک یه موشک بالستیک از نوع تاکتیکی و میانبرد محسوب میشه و جز به برج بلندترین موشک های تاکتیکی سوخت جامد جهان هم هست. این موشک به سر جنگی جدا شونده با طراحی 3 مخروطی مجهزه که این سر جنگی میتونه با استفاده از نیروی برای تولیدی و بالک های کنترلی خودش دست به انجام مانور های فرار و یا حتی تغییر مسیر های ناگهانی بزنه. دقت بالا، کیفیت فوق العاده، سرعت عمل بالا در زمان آماده سازی و امکان بکارگیری بر علیه اهداف مختلف از جمله قابلیت های دیگه موشک خیبرشکن 1 محسوب میشه. اما موشک فتاح 1، اولین موشک هایپرسونیک رونمایی شده از سمت کشورمون محسوب میشه که در دسته موشک های تاکتیکی جای داره و در حمله انتقامی شب گذشته در نقش نابودگر اصلی
به کارگیری شده. در این عملیات تعداد موشک های به کارگیری شده یه فتح یک مشخص نیست، اما در تصاویر منتشر شده سه برخورد از اون دیده شده که نشون میده تعداد شلیک هایی که موشک فتح یک بسیار کم بوده. در تصاویر منتشر شده از برخورد موشک فتح یک سه موضوع اصلی مشهوده. اول، قدرت موتور کمکی آرش که پشت کلاهک قرار داره و رد حرارت موتور و توان اثرگذاری موتور در اون سرعت پایانی کاملا دیده میشه که خب توان بالای موتور آرش رو به ما اثبات میکنه. نکته دوم، دیدن کارایی ساخت موشک بوده که کیفیت ساخت بالا رو به رخ کشیده، چون کلاهک تونسته با عملکرد درست سپر حرارتی و تحمل اون سطح از فشار وارده و دمای بالا با حفظ سرعت نهایی به هدف اصابت کنه. اما نکته سوم اینه که این موشک در زمان رونمایی خودش اما با اگرهای بسیاری داشته، ولی این عملیات کیفیت ساخت بالا و توان اثرگذاری و قدرت تخریب اون رو به رخ همه کشید. با روی تمامی حواشی خودش در زمان رونمایی خط بزرگی کشید و نشون داده که کشور ما صاحب یک موشک با تکنولوژی خاص و کارایی سطح بالا شده. به وضوح در این عملیات موشکی از این موشک در حمله به سایت‌های پدافندی ارتش اسرائیل استفاده شده که نشون میده از این موشک در نقش ضد رادار و ضد تأسیسات پدافندی استفاده شده و این موضوع از سمت کشورمون در رسانه‌های رسمی هم اعلام شده. با این تفاصیل میشه گفت که عدم کارایی سامانه‌های پدافندی که پر آوازه اسرائیلی قطعاً قدرت فوق‌العاده موشک فتح یک بوده. دقیقاً مشخص نیست که کشور ما چه اهدافی رو در سرزمین‌های اشغالی مورد هدف قرار داده، اما در بخشی از اخبار منتشر شده در صدا و سیمای کشورمون، بخش اصلی عملیات موشکی وعده صادق دو بر علیه سه پایگاه ارتش اسرائیل، یعنی پایگاه هوایی نواتیم، هاتریم و تلنوف اعلام شده. شبکه تلویزیونی النجم عراق اعلام کرده که در عملیات موشکی ایران، مقر مرکزی سازمان جاسوسی موساد در شهر تل‌آویو به طور کامل ویران شده که این ادعا تا تایید مقامات رسمی از سمت ما تایید و یا تکذیب نمیشه. ولی میشه با توجه به نوع حمله شهر تل‌آویو و تایید آمریکایی‌ها در حمله به اهدافی در شهر تل‌آویو این موضوع رو تایید شده بدونیم که اهدافی در مرکزیت این شهر مد نظر بودن. اما یکی از حواشی به وجود اومده در مورد موشک فتح یک این بوده که ادعا شده موشک به رادار سامانه پدافندی ارو اصابت نکرده و با خطای حدوداً 100 متری از هدف برخورد داشته. این ادعا کاملا رد میشه، چون در فیلم های منتشر شده به وضوح برخورد موشک به یک هدف و متلاشی شدن اون هدف کاملا مشهوده. از طرف دیگه در این فیلم به وضوح انفجارهای ثانویه در همون محل هدف قرار گرفته مشهوده که این انفجارها و نوع سوزش اونها نشون میده که دقیقاً انفجار موشک‌های با سوخت جامد هستند. و این موضوع مطرحه که کشورمون بعد از عملیات موفق موشک فتح یک بر علیه رادار سامانه پدافندی ارو تونسته با سایر موشک‌های خودش به لانچرهای حاوی موشک سامانه ها هم حمله کنه. یکی دیگه از حواشی به وجود اومده آتش سوزی های نمایشی هستش که اسرائیلی ها نشون دادن و گفتن که این آتش سوزی ها در اثر برخورد با خطای بالا از موشک هایی که ایرانی بوده. دوستان عزیز، در بخش رسانه اسرائیلی ها بارها نشون دادن که دست بالا و دست پری دارن و ممکنه که فیلم های برخورد و آتش سوزی راکت های حزب الله لبنان رو که قبلا رخ داده به این موضوع رب داده باشن، و یا حتی نمیشه از آتش سوزی در محیط های اطراف پایگاه های مورد هدف قرار گرفته هم گذشت که اسرائیلی ها با شیطنت رسانه‌ای گفتن که موشک ها خطا داشتن و در محیطی خارج از انتظار برخورد کردن. یکی از حواشی دیگه آمار برخورد موشک ها بوده که توسط برخی از رسانه های غیر رسمی منتشر شده و اعلان کردن که فقط بیش از 30 برخورد ثبت و مؤثر واقع شده. این ادعاهای صورت گرفته بدون هیچ گونه مدرک مشخصی بوده و حتی خود اسرائیلی ها مدعی رهگیری 50% شدن که این رقم در واقع بالاتر از رقمی هستش که این رسانه های غیر معتبر اذعان کردن. اما باید در نظر داشت که برخی از پایگاه های مورد هدف قرار گرفته در محیطی خارج از محیط شهری بودن و در تیررس مردم برای ثبت وقایع نبودن، و یا حتی برخی از برخوردها
چون به صورت تکی بوده توسط مردم فیلمبرداری نشده. کشورمون در بیانیه رسمی بدون ذکر تعداد موشک‌های شلیک شده اعلام کرده که 90% موشک‌هایی که شلیک شده برخورد داشتن و آمریکایی‌ها هم گفتن که ما با استفاده از ناوشکن‌های موجود در دریای مدیترانه تونستیم 12 موشک رو رهگیری کنیم که ادعا کردن این موشک‌ها عمدتاً به سمت اهدافی در تل آویو نشونه رفته بودن. اما شاید بشه بزرگترین حاشیه ایجاد شده رو تأخیر بالای کشورمون در انجام این عملیات دونست. تأخیر در انجام این عملیات انتقامی رو میشه هیشتنداری کشورمون دونست که مثل طرف اسرائیلی به دنبال ایجاد جنگ و یا تنش‌زایی نبوده و نخواهد هم بود و حالا دیگه برای ایجاد بازدارندگی و عدم تنش بیشتر دست به انجام این عملیات گسترده موشکی زده. طرف اسرائیلی ادعا کرده که با همکاری که متحدان خودش مثل ایالات متحده آمریکا آماده ی عملیات متقابل هستش و کشورمون هم در پاسخ بیان کرده که در صورت انجام عملیات از سمت اسرائیلی ها و هر گونه شرارت بیشتر عملیاتی گسترده تر و با سلاح‌های مؤثرتر و مخربتر انجام خواهد شد که ما در یک برنامه جداگانه و کاملا مجزا به این عملیات احتمالی میپردازیم. پس با برنامه‌های آتی ما در کانال همراه باشید. خب رفقای عزیز به پایان این برنامه رسیدیم، امیدوارم که از این برنامه نهایت لذت رو برده باشید. به رسم همیشگی منتظر پیشنهادات و نظرات و انتقادهای شما هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.